بنابر اسناد و مدارک بسیار زیاد و همچنین از جمله اظهارات شاهد سی آقای ابوالقاسم مصباحی که مسئول شبکه‌های ترور حکومت در اروپای غربی بود در اون زمان و بعد فرار میکنه میره پاکستان و بعد از اونجا دوستان آقای بنی‌صدر موفق میشن ایشون رو بیارن اروپا تا اینکه بعداً در دادگاه شهادت بده. ایشون میگه تا زمانی که آقای بنی‌صدر زنده ببخشید آقای خمینی زنده بود تمام تصمیم های مربوط به قتل دگراندیشان و شخص خود ایشون میگرفت و این امر ادامه داشت تا این بعد از فوت ایشون از طرف آقای علی خامنه‌ای یعنی رهبر مذهبی کنونی شورایی تشکیل شد به نام شورای امور ویژه که خودش عضوش بود، رئیس جمهور وقت عضوش بود، اون زمان ترور برلین آقای رفسنجانی بود، بعد وزیر امور خارجه اون زمان آقای علی ولایتی عضوش بود، وزیر اطلاعات و امنیت کشور آقای علی فلاحیان عضوش بود، فرمانده سپاه پاسداران، رئیس نیروهای انتظامی و همچنین یک عضوی از شورای نگهبان به عنوان مسئول امور مذهبی و شهری عضوش بودن و غیره. تصمیم رو خود خمینی میگرفت و یا بعد از اون تصمیم رو این شورا میگرفت و بعد در واقع تصمیم رو منتقل میکردن به یکی از نهادها یا سپاه پاسداران و یا وزارت اطلاعات و اینها در واقع مجری بودند. در رابطه با ترور برلین وزارت اطلاعات و امنیت و در رأسش آقای فلاحیان که دو تا حکم بین المللی دستگیری هم هنوز داره ولی بعد از حتی محکومیتش و صدور این دو تا حکم ایشون عضو شورای خبرگان رهبری شد، یعنی به جایی نشست که رهبر نظام رو تعیین میکرد. به هر حال در پاسخ پرسش شما خود خمینی تصمیم میگرفت، بعد از اونم شورای امور ویژه که در رأسش علی خامنه ای است. بعد از اون که یعنی اون شورای امور ویژه تصمیم میگرفت بعد از خمینی منظورتون. خب بذارید اینو یه مقدار دقیق تر. اولا من به بیننده های عزیز توضیح بدم که عکس محسن هاشمی رفسنجانی رو اگر نشون دادیم دلیلش این است که در اسنادی که بنده از کتاب های آقای مهمان گرانقدرمون آقای دستمالچی خوندم و اسنادی که ایشون منتشر کردن یکی از این اسناد این است که خود هاشمی رفسنجانی آید اسمانچی با عزتون من توضیح میدم الان که سریع برم سراغ پرسش بعدی که یکی از در جلسات این شورای امور ویژه که هاشمی رفسنجانی عضوش بود در بیشتر جلسات یا بعضی جلسات شرکت نمی کرد و به جاش پسرش محسن هاشمی رفسنجانی رو میفرستاد به این جلسات